هم دو تشکل اومدن، مجموع این تشکل ها از تشکل های نمیدونم دانشجویی به اصطلاح که مجموع این تشکل ها جنبش دانشجویی تشکیل میدن، مجموع تشکل های گروه های کارگری جنبش کارگری تشکیل میدن، مجموع گروه های فرهنگی جنبش به اصطلاح فرهنگیان تشکیل میدن، مجموع این جنبش ها بازم میان جنبش اجتماعی رو تشکیل میدن. درسته. اگر بیان دیگه فراموش کردم ما مواجهیم با یک حکومت عقب افتاده واپسگرای بیرن که هرگز به انسانیت و اخلاق پایبند نیست. بنابراین مسلمه که منها چه ها خواهند کرد. شما ببینید اینجا من مشکل دارم. اینجا ببین اجازه بدید. نه بذار حرف من تمام. چون از ذهن من میفته. نه 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 هر سال شما زیاد بود که من میخوام به یک نمیخوام یه موقع جنبه منفی به مردم بدیم که اینها نه 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 بذار حرف من تمام بشه. بنابراین خب مسلمه که در هر سیستم استبدادی یک فرد یا یک گروهی حرکت خواهد کرد. درسته. این بدون آقای تبرزدی بود، اومده کسی که جرأت نفس کشیدن رو نداشت اومد یک نشریه بیرون داد به نام نشریه پیام دانشجو. خوندم همش. بله. نشریه پیام دانشجو فلواقع پرتیراژترین نشریه در ایران بود، یعنی کلیه روزنامه ها رو که اون موقع محصولیت بود، محدودیت بود و روزنامه های زیادی نمیتونستن وارد بازار بشن چون حکومت اصلاحات نبود، بعض حکومت اصلاحات زیاد اومد. آقای تبرزدی قبل از حکومت اصلاحات این نشریه رو داشته، اجازه دولت رو داشت. بله اجازه دولت رو داشت. بله یعنی رو حساب اومده بود، سوء تفاهم نشه. بله اجازه دولت رو داشت. خب یقینا در یک سیستم میخوان یک کاری بکنن، هر کسی که اگه میگفت که من براندازم در داخل کشور اعدام میشود. 100%. بعد باید یک جوری شروع کنه که مردم رو آگاه کنه. آقای تبرزدی اومد، بله اومد به طرفداری از این نظام کار رو آغاز کرد. بله هدفش هم همون بود. بعد اومد به تدریج، چون هدف خاصی رو داشت پیش میبرد، اومده به تدریج اول چی کار کرد؟ به رفسنجانی زد، چون میدونست که این یه قوله، این سرمایه های بادآورده که رفسنجانی و بچه هاش دارن. نشریه که تمام نشریه 10 دلار 20 دلار بودن، نشریهشون 50 دلار بود، در بازار آزاد هم تا 1500 تا 2000 دلار که میبخشه دلار گفتم تومن، من چون اینجا با دلار آشنا شدم. دلار چیز خوبیه. من زمانی که تو ایران بودم این تومن آشنا بودم، تا اینجا تا چند ماه میخواستم که به اصطلاح قیاس کنم میگفتم که مثلا 2 میلیون به اصطلاح اینا میگفتن 2 میلیون منظوری که دلار یا تومنه، گفتم نه منظوری من به اصطلاح تومنه. الان دیگه عکس شدی مدت اینجا بیشتر موندم. به هر حال آقای تبرزدی نشریش 50 دلار فروش میشد، در بازار آزاد تا 2000 دلار فروش میرفت، تومن چه میبخشید تومن فروش میرفت. بنابراین چرا؟ دلیلش چی فروش میرفت؟ آیا اومده بود از ولایت فقیه تمجید کرد؟ تا زمانی که از حکومت از سیستم میگفت حالت عادی خودشی داشت، از اینکه مردم میان بازار سیاه درست میکنن نشریه رو و پرتیراژ ترین نشریه بود، یعنی تا 400 هزار تیراژ داشت، کل نشریات ایران به 400 هزار نمیرسن، نشریه تنهاش 400 هزار تیراژ داشت. آقای مرشدی اون یکی از ترفندهای رژیم بود برای سرگرم کردن مردم و شناسایی. بله من الان خدمت شما میگم. بعد اومد رفسنجانی زد، خب مردم، خب یه چیزی داره که مردم میرن به طرف. بله در اون موقع که انسداد سیاسی به معنای واقعی وجود داشت. بعد اومدن این نشریه رو تیراژ آقای مهندس و به اصطلاح بچه‌هاش بالا آوردن. بعد این وقت چی کار میکرد؟ دیگه رهبری رو نمیزد، میامد از رهبری تمجید میکرد، چرا که بتونی قوله بزنه، چون این دوتا رو یک فاصله بین این دو ایجاد کنه. این سیاستش بود که من هم واقف بودم به این سیاستش، آگاهی داشتم و آشنا بودم به سیاستش. اون موقع من تو نشریهش کار نمیکردم. به هر حال تو موقع من اصلا دانشجو نبودم. بعد از مدتی اما با نشریهش دسترسی داشتم، میخوندم، یعنی هر جوری بود که به نشریهش دسترسی داشتم و میخوندم. بعد از این مدتی اومد گفت که رفسنجانی که خوب زد، رهبری و دستگاه رهبری فکر کردن که
چون دید که یک اختلاف بود. تا زمانی که اتحاد بین اینها بود هرگز این کارو نکرد. ایشون که 8 سال نوکر رفسنجانی بود در دوله رفسنجانی. مسئله این نیست. نوکر نمیتونی ببین اینو نمیتونیم نوکر بگیم. ببین الان 20 میلیونی که 25 میلیونی که رای انتخابا شرکت نمیکنه همه در اوایل انقلاب انتخابا شه. پس همه نمیتونیم بگیم که نوکر بودن. چرا یک سیستم یک جو انقلابی به اصطلاح یک جو انقلابی وجود داشت. این جو انقلابی دیگه با شعور تو امان نبود، با شور تو امان بود. جناب محمدی اجازه آقای شور انقلابی حاکم بود. اجازه بدید شور انقلابی حاکم بود. حشمت تبرزدی رو با 20 میلیون مردم عادی مقایسه نکنید. آقای تبرزدی در دوران 8 ساله ریاست جمهوری آقای رفسنجانی از کارگزاران رفسنجانی بود. الان من خدمت شما اینو قبول دارم. ببینید خود من الان داستان رو وقتی بهش سر سفره اونطور که باید و شاید نریختن جلوش یه ذره دنبش دراز شد. اجازه الان این اجازه فرمایید. بله. این بعد از اینکه رفسنجانی رو زد، خب قبل از اون تو دفتر تحکیم وحدت بود. بله. تو شورای رهبری شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بود. بعد اختلاف شد. زمانی که رفسنجانی میخواست به قدرت برسه، رفسنجانی افراد خودش حسین مرشی که برای مثلا بستگان برادر زن به اصطلاح هاشمی رفسنجانی میفرسته خدمت آقای تبرزدی که آقای تبرزدی ما میخواییم که یک شاخه ای از تحکیم وحدت به وجود بیارید، چون در درونش یه دست بود اما گرایشات دونو گرایش بود، یه سری گرایش چپروی داشتن یک سری راست بودند. دقت میفرمایید آقای هاشمی اون موقعی که در مقابل به اصطلاح خامنه‌ای قد علم کرده بود، بدون همه فکر میکردند در واقع رفسنجانی رو چپ میدونستند. آقای تبرزدی هم چپ محسوب میشود. بعضی هرچند در تحلیل اشتباه میکنن، میگن که جناح چپ مخالفین تبرزدی بودن. اینجوری نیست. دقت میفرمایید. بله. به هر حال اینها این میاد یک تشکلی وجود میاره به موازات دفتر تحکیم وحدت. نصف میرن شاخه اصلی دفتر، خودش دفتر تحکیم وحدت بود جز رهبران شورای عمومی دفتر تحکیم، یه سری میرن شاخه اصلی دفتر تحکیم وحدت، یه سری میرن تو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویی که آقای تبرزدی وجود میاره. بله. آقای رفسنجانی یه قولهایی بهشون داده بود عمل نکرد. میگم دعوا سر پول بود. بله. بله. مثلا اینکه یه سری اصلاحات به وجود بیاره، شرایطو عوض کنه. بله. بله. بعد عرض خدمت شما که عمل که نکرد، این افتاد علی رفسنجانی اومد از رهبر تمجید کرد، زد رفسنجانی حسابی که رفسنجانی رو زد. آقای تبرزدی حسابی 1001 جور ملق تو این 30 سال زده. برای خمینی زد، برای خامنه ای زد، برای رفسنجانی ملق زد، پشتک بارو برای خاتمی زد. تمام اگه ما این رو ملق تحلیل کنیم همشون زدن با حالا وارد. اگه ملق به اصطلاح ملق زدن اینو تحلیل کنیم حالا ببینید اینجا من اینجا را اجازه فرمایید. بعد اینو که حسابی به اصطلاح زد رفسنجانی رو از رهبری می اومدن نشر خودش رفسنجانی رو میزد، از رهبری تمجید میکرد. حسابی که اینو زده موقعیتش تضعیف کرده، پولهای بادآورده که رفسنجانی و خانواده‌اش از جیب ملت میزنن، از پول نفت میزنن و چه سرمایه های هنگفتی رو به جیب زدن و تو بانک های خارجی هست، سرمایه های بادآورده دیگر رهبران و آقازاده ها دیگر آقازاده. مگه خاتمی دزدی نکرده؟ میخواید من به شما 10 تا حساب بانکی در سوئیس بدم برای خاتمی یا بس؟ ما اون نیست الان بس ما. دیگر سرمایه های بادآورده رو هم مطرح کرده بود تا اینکه چون این هدف خاصی رو تعریف میکرد، بعد اومده در یک سخنرانی در دانشگاه تهران گفت رهبری. ببینید آقای رهبر خودش رو رهبری مادر عمر میدونه، گفت رهبری در یک زمان خاص، ما یادم میاد که اردوی در مشهد دفتر تحکیم وحدت گروه ما گروه تبرزدی اینها با هم داشتیم و برگشتیم که اونجا هم تهدید واقع شدیم و به اصطلاح برگشتیم اونجا سخنرانی انجام شده بود و بلاواسطه بعد از یک هفته بعد از اردو که به اصطلاح تمام رهبران به اصطلاح تشکل‌های دانشجویی در سراسر کشور بودند، اومده یک سخنرانی در دانشگاه تهران کرده، گفته که رهبری باید پاسخگو و دوری ای باشه، دورش یعنی مثل ریاست جمهوری دوری ای باشه. یعنی ما در جمهوری اسلامی ایران چیزی پاسخگو در رهبری نداریم، رهبر تصمیمات مطلق میگیرن. یعنی هیچ کی نمیتونه در واقع در مقابلش ایستادگی کنه. اگه در مقابلش ایستادگی کنه میگن که شما به قرآن توهین کردید. در واقع